میخوام با اولین دستور آشنا بشین که در واقع بیاد و برای ما شروع کن تست گرفتن. نگاه کنید شما بجایی که بیاید این دستور رو حفظ بکنید، بزنید شورتکی های در واقع جاوا رو یاد بگیرید. مثلا پابلیک استاتیک وید مین رو من اومدم، خب من میدونم چیه، خب شما الان نمیدونید چیه، ولی میخوای پروژت رو پیاده بکنی همون اس او ببخش پی اس وی ام، پی اس وی ام مخفف پابلیک استاتیک وید مین. اوکی الان کافیه شما بنویسی پی اس وی ام و اینتر رو بزنید، براتون همین چیزی که من ساختم رو چیکار کرد ساختش. آره کلا زیاد داریم از این قضايا توی جاوا، به خصوص توی اینتلی جی، و به شدت هم قدرتمنده، بهتون کمک میکنه خیلی چیزها رو، اصلا اینتلیجنسش و هوشمندیش بالا، خیلی بالاست، کمکت میکنه که هرچی دلت میخواد رو در واقع خیلی سریع بزنی و پیاده بکنی. کتابخونه‌های خیلی قدرتمندی توش هستش. خب جان آره بگو. خب اینجا الان شما در واقع هم پابلیک استاتیک وید مینی که ما اینجا قرار دادیم و استرینگ آرگس هستش در واقع، میخوام بیام یه چیزی رو توی اینجا در واقع بنویسم و ران گرفته بشه، اصطلاح خودمون میگیم اجرا گرفته بشه. خب چی جوری؟ دستوری داریم به نام سیستم، بعدا خیلی کاملتر میفهمید شیگرهایی رو که بفهمید متوجه میشید این سیستم، ببینید یه سی کنارش هستش، اون یعنی کلاس. خب فقط مفهوم ها رو بدون، اگر این ور اون ور اومد یه چیزی رو استفاده بکنی، یه سی دیدی کنارش یعنی چی؟ کلاس. اون پایینش اگه نگاه کنی سینک نوشته، آی گذاشته شده، چی یعنی چی؟ اینترفیس. خب یا اون سیستم مقدار اون سیستم پایین نوشته شده هستش تری. آره تری پیر. خب اون در واقع چیه؟ اون هم یه دونه اینترفیس هستش. حالا بقیه که دارید اینجا شما میبینید سینک فکتوری و اون چیزی که چه شما میبینید یا سیستم کالر و اینا، هر چی که دارید میبینید از اون کلاس هستش. خب یه سی کنار چسب. من سیستم رو میزنم. خب این کلاس از نوع استاتیکه، کافی شما یه دات بزنید اینجا، به کلی پراپرتی و کلی متد دسترسی پیدا خواهی کرد. متد ها یعنی چی؟ این ام میبینی کنارشونه، اینا رو برید بعدا توی یه دونه جزوه، همه اینا رو، این چیزهایی که من دارم میگم به عنوان یه جزوه برای خودت بنویس تکرار بشه. ام که دارید میبینی کنارش یعنی متد، خب یعنی تابع، یعنی چیزایی ازش به ورودی خواهد داشت و شما میتونید در واقع بر اساس ورودی که بهش میدی برات خروجی تشکیل بدید. من میام از دستور out استفاده میکنم. این out که اولش رو دارید میبینید یه print stream هستش، یعنی در واقع میتونه برای شما خیلی چیزها رو چاپ بکنه. من این out رو میزنم dot. خب نگاه کن print ln، print print چه میدونم از نوع boolean، character int، long، float، double، در واقع کارکتر به صورت array، string، object، هر چی که فکر میکنه. خب این ln چیه؟ new line، یعنی وقتی این رو زدی دفعه بعد اومدی دوباره سیستم out print ln رو نوشتی، میاد میره زیر اون مقدار رو می‌نویسه. ln یعنی new line. خب من الان میام اینجا می‌نویسم سیستم out print ln، به طور مثال اولین مقدار رو می‌نویسم hello word. توی دابل کوتیشن هر چی قرار میگیره ما بهش میگیم از نوع استرینگ، یعنی الان اینجا به این میگن استرینگ. استرینگ یعنی چی؟ یعنی رشته یا تکست بزرگ، حالا هر چی، یه کاراکتر نیست، مثل تی، مثل چه میدونم دی یا مثل بی، هر چی که بین دابل کوتیشن قرار میگیره تو زبان برنامه‌نویسی جاوا یا سی شارپ یا حالا میخواد سی پلاس پلاس باشه، به اینا میگن چی؟ استرینگ یا رشته. خب من سیستم آوت پرینت ln رو قرار دادم. من الان شیفت میتونید در واقع بیاید این برنامه رو اجرا بکنید، ببینید واقعا اجرا میشه یا خیر. قبلا میومدیم اجراش میکردیم، چجوری اجرا میکردیم؟ خب بذاریم تو